شما به رادیو مزرعه گوش میدین. سلام و درود، من نیلوفر محمدی هستم و شما به رادیو مزرعه گوش میدین. قطعاً حمایت‌های شما انگیزه و دلگرمیه برای ادامه مسیر ما. کتاب مثنوی معنوی، حکایت درخت جاودانگی. روزی روزگاری فرد دانایی از طریق تعریف کردن یک داستان خواست که رمزی رو به همراهان خودش بگه. داستان رو اینطور تعریف کرد که در هندوستان یک درختی هست که هر کسی از میوه آن خورد و برد، نه شود او پیر نه هرگز بمرد. اون فرد دانا داشت حکایت تعریف می کرد و این چیزی که می گفت ظاهر کلام بود و منظورش در اصل چیز دیگه ای بود. وقتی این فرد دانا داشت این داستان رو تعریف می کرد، از قضا یک پادشاه این داستان رو شنید و با خودش فکر کرد که حتماً وقتی این فرد دانا همچین حرفی رو زده، پس این درخت در هندوستان حتماً وجود داره. پس پادشاه فلفور یکی از کاردانان دربارش رو به هندوستان فرستاد تا اون میوه رو پیدا کنه و بیاره. سالها می گشت آن قاصد از او، گرد هندوستان برای جستجو. شهر شهر از بحر این مطلوب گشت، نه جزیره ماند و نه کوه و نه دشت. اون مرد به هر کسی که می رسید ازش نشونی درخت رو می پرسید. در این بین بعضی ها مسخرش می کردن و مستقیمن می گفتن که داری اشتباه می کنی و بعضی دیگه می گفتن تو آدم دانایی هستی، امکان نداره که جست و جود بی نتیجه باشه، برو دنبالش، برو دنبال درخت بگرد، حتما پیداش می کنی و بهش نشانی های غلط می دادن. یعنی سر کارش می زاشتن که بهش بخندن. کسایی که در ظاهر مدحش رو می کردن و بهش می گفتن تو آدم زیرک و دانایی هستی، در واقع از اونایی که مستقیمن مسخرش می کردن کارشون سوزاننده تر بود. خلاصه این مرد از هر کسی یه چیزی می شنید. شاه هم براش مال و پول می فرستاد تا اون همچنان جستجو کنه تا بلکه درخت رو پیدا کنه. وقتی مرد حسابی توی غربت رنج و سختی کشید، از جستجو کردن خسته و درمونده شد. رشته امید او بگسسته شد، جسته او عاقبت ناجسته شد. تصمیم گرفت که به سمت پادشاه برگرده. توی مسیر برگشت به خاطر اینکه در نهایت نتونسته بود درخت رو پیدا کنه، همینطور داشت اشک می‌ریخت تا رسید به یه شهری. به یه منزلگاهی رفت تا یه کمی استراحت کنه. اتفاقاً اونجا یک شیخ عالم کریمی هم بود. مرد با ناامیدی و ناراحتی رفت پیش شیخ با چشم پراب، اشک میبارید مانند سحاب. گفت شیخا وقت رحم و رقت است، ناامیدم وقت لطف این ساعت است. شیخ برگشت بهش گفت بگو ببینم از چی ناراحتی، دنبال چی میگشتی و دنبال چی میگردی؟ مرد جواب داد پادشاه منو انتخاب کرد تا یک درخت کمیابی رو پیدا کنم که میوه اون آب حیاته و هر کسی اونو بخوره هیچ وقت نمیمیره. من سالها دنبال این درخت گشتم ولی هیچ اثری ازش پیدا نکردم و جز تمسخر و ریشخند سرخوشان و بیخبران هیچ چیزی نصیبم نشد. شیخ در اون لحظه خندید و گفت ای ساده دل، درختی که تو دنبالش هستی که بیرون نیست، این درخت درخت علمه که در خود شخص قرار داره. این علم یک معرفت شهودیه،
اینطور نیست که تو به این سادگی و در همه آدم ها بتونی پیداش کنی. درخت بلند و عجیب و گسترده دانش آب حیات و جاودانگیه. میدونی چرا تو نمیتونی پیداش کنی؟ به خاطر اینکه تو دنبال صورت و ظاهر اون درختی. برای همینه که گم شدی. تو معنی رو رها کردی و چسبیدی به ظاهر. اون معنای بزرگ یا همون علم نامهای بسیار زیادی داره. یه درختش نام شد گاه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. این علم هزار آثار و نشان داره و کمترین اثر اون عمر جاودان است. علم و معرفت یک چیزه با نامها و نشانه های بسیار. مثل پدر تو که یکیه ولی برای تو پدره، برای پدرش پسر، برای یکی دشمنه و برای یکی دیگه دوست. یعنی صدها اثر و نام داره در صورتی که در واقع یک شخصه. یا مثل خداوند که نامهای زیادی داره و در حق هر کسی به نوعی رفتار میکنه. مثلا در حق یک نفر به لطف و در حق دیگری به قهر. و اگه ما کامل نسبتهاشو با هم جمع کنیم هم نمیتونیم از جمع صفات بهش برسیم. فقط میتونیم یک شناخت ابتدایی ازش حاصل کنیم. کسی که فقط به دنبال نام و صورتها باشه مثل تو ناامید میمونه و به پریشانی میفته. تو هم فقط به اسم درخت چسبیدی و نه راز اون. برای همین تلخ کام و ناامید شدی. نامها رو رها کن و به کیفیت و معنی توجه کن تا به ذات حقیقی برسی. درگذر از نام و بنگر در صفات تا صفاتت ره نماید سوی ذات. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد.